به نام خداوند بزرگ. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم و آرزوی اوقاتی خوش براتون دارم. همونطور که مستحضرید در جلسه گذشته برنامه صندلی داغ در خدمت جناب مهندس ابراهیم خداونده بودیم و در خصوص فرقه و فرقه‌گرایی به خصوص با سازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران که ما در سالهای گذشته و اکنون از اون به نام سازمان منافقین یاد میکنیم و کارنامه سیاهی که داشتند نکات خیلی روشنی رو گفتند و از تجربیات خودشون و خاطرات خودشون در دوره‌ای که با اونها زندگی کردند و با اونها گذروندن برای ما گفتند. قول دادیم که در یک جلسه دیگر هم به اتفاق ایشون در خدمت شما باشیم و الان هم به قولمون داریم عمل میکنیم. جناب مهندس خداوند هم تشریف دارن و من سلام عرض میکنم خدمت شما. شبتون بخیر، مجددا خوش آمد میگم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و مجددا تشکر میکنم که باز دوباره این وقت رو به من دادین که بتونم ادامه صحبتامو بگم. زنده باشید. پس بدون مقدمه دیگه وارد بحث خودمون بشیم. باز من یه فلاش بک میزنم، بازگشت به گذشته میکنی. بعد از جدا شدنتون از همسر اولتون، آیا شما باز ازدواج کردین؟ در واقع توی تشکیلات یک ازدواج تشکیلاتی داشتیم، یعنی با نظر سازمان از اعضای خود سازمان که خب در واقع یک حالت بیشتر تشکیل خانواده ندادیم، ما یه حالت محمل بود، یعنی بتونیم به بیرون و دوست و آشنا و هر کسی اگر برخورد داشتیم بگیم مثلا ما زن و شوهریم، که خب اینم در واقع در سال 68 با اعلام طلاق و جدایی دیگه همون شکلش هم منتفی شد. ولی در درون سازمان تشکیل خانواده من ندادم و خانواده‌ای وجود نداشت. سازمان در واقع رهبری سازمان، رهبری فرقه، نظرش بر این بود که افراد باید تمام عواطف و احساسات و عشق و علاقهشون رو فقط تو نقطه خود اون متمرکز کنن، یعنی اصلا رهبر فرقه یعنی همین، و بنابراین دیگه جایی برای دوست داشتن همسر و فرزند و پدر و مادر، حتی علایق ملی قومی، اینجور چیزا دیگه باقی نمیمونه. مثلا یکی فرض کنید اگر کرد بود میگو من عرق کردی دادم، اینم قابل قبول نبود، یعنی دیگه باید فراموش میکرد که چه ملیتی داشته، چه مذهبی داشته، چه سابقه داشته، الان دیگه فقط فرزند مسعود رجویه. و بنابراین اصلا با تشکیل خانواده و داشتن عواطف خانوادگی شدیداً برخورد میشد تو سازمان به عنوان یک نقطه منفی و از نظر فرقه هم منطقیه، چون فردی که این عواطف رو داشته باشه نمیتونه وارد پروسه مانیپولاسیون و کنترل ذهن بشه، یعنی باید اینا رو بزنه کنار. پس اصلا در واقع توی درون سازمان مسعود رجوی سال 68 این بروز علنی پیدا کرد و قطعی شد و برای همه اعلام شد، ولی قبلش هم هیچ میونه خوبی با تشکیل خانواده و اینجور چیزا نداشتن. در قبل از پیروزی انقلاب خب تصفیه در اون سازمانی بود، مثلا مجید شریف واقفی، صمدیه لباف و و و دیگران و دیگران، اینها همه قربانی تصفیه های در اون سازمانی شدن. من میخوام ببینم که آیا در این چند سال اخیر، حالا بعد از عملیات مرصاد که ضرر و شکست سنگینی برای مجموعه این فرقه بود، آیا باز هم تصفیه سازمانی در اون سازمانی اتفاق افتاده؟ ببینین الان یه بحثی تو عراق هست، سازمان مجاهدین خلق یک پرونده اتهامی فوق العاده قطور که قضات عراقی میگن خیلی قطورتر از پرونده صدام حسین، عجب، در دستگاه قضایی عراق داره. شکایات بسیار زیادی شده، ده ها نفری که از سازمان جدا شدن شهادت دادن نسبت به افرادی که تو داخل زندان بودن، تو سازمان شکنجه شدن و کشته شدن، و سازمان خیلی از این افراد رو اسامیشون رو در جاهای دیگه، مثلا در وقتی که آمریکا عراق رو اشغال کرد سازمان حدود 50 نفر اسم بیرون داد که اینا در بمباران آمریکایی کشته شدن. خیلی از این افراد بعدن کسانی که جدا شدن اومدن گفتن اصلا اینا قبل مدت‌ها قبل از بمباران به طرز مشکوکی کشته شده بودن، به شکل خودکشی، به شکل شلیک ناخواسته، به این شکل‌ها.
یا خیلی بعدش. اصلا دو سه بار درگیری شد بین نیروهای امنیتی عراق و سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف که یکیش آخریش همین 8 آوریل امسال بود. مثلا سازمان حدود 30 نفر رو اعلام کرد که اینا تو این درگیری کشته شدن. یک موردش چند روز بعد از درگیری هم دیده شده بوده. بعدا معلوم نیست به چه شکل کشته شده. اینا قاطی این یا افرادی که مثلا میگن خودکشی کرد یا افرادی میگن شلیک ناخواسته بود یا یه موضوع مثلا بیماران داخل اشرف رو اگر اطمینان به وضعیت تشکیلاتشون نباشه، احساس کنن که اینا ممکنه فرار کنن، ممکنه مخالف باشن، اجازه خروج برای مداوا نمیدن. یک نمونهش اخیراً تو قرارگاه اشرف از فرمانده های بالای سازمان به نام مهدی افتخاری فوت کرد. این فرد کسی بود که طراح فرار مسعود رجبی به بنی سعد سال 60 بود و از فرماندهان عملیاتی بالای سازمان بود، به عنوان فرمانده فتح‌الله معروف بود. بعد مورد غضب رجبی قرار گرفت چون مخالف سیاست های رجبی بود. اینو وقتی بردن اشرف گذاشتنش به کار مثلا گلکاری و اینجور چیزها و اینا و از همه در واقع رده‌هاش و اینا خلع شد. این همچنان مخالف بود و انقدر اینو تحت فشار روانی قرار داده بودن که دیگه تعادل روانیش از دست داده بود. خیلی سالهای قبل این بیماری داشت و باید برای بیماریش میرفت فرانسه و پناهندگی فرانسه هم داشت، راحت میتونست بره اون موقع فرانسه و رجوی اجازه نمیداد، میگه من از این اطمینان ندارم. و انقدر تا همین اواخر مون، حتی همین اواخر هم خیلی ها که اومده بودن بیرون میگفتن وضع جسمی نامساعدی داره و باید برای معالجه از اشرف بیرون بیاد، ولی موند تا بالاخره فوت کرد. از این موارد زیاد هست. یعنی انقدر، ولی موضوع اینه که الان در حصار قرارگاه اشرف با حفاظت آمریکا که اجازه نمیده احکام قضایی عراق اونجا اجرا بشه. قوه قضایی عراق مستقل از دولت عراق حکمهایی داده برای تجسس اشرف. تا امروز 8 ساله که از سقوط صدام میگذره قرارگاه اشرف مورد تجسس قرار نگرفته، در حالی که حکم قضایی رو هر خونه ای رو میشه قاضی حکم رو برن بگردن دیگه. اینجا هم جزء خاک عراقه. خب قوه قضایی عراق میتونه بگه اون توی چه خبره. در یه درگیری که پیش اومد که بخشی از خاک عراق رو گرفتن، یک گور دست جمعی پیدا کردن تو قرارگاه اشرف که بعضی هاشون از افراد شناسایی شدن که کویتی بودن. اونجا آمریکایی روش مسکوت گذاشتن و بالاخره معلوم نشد چی شد. ده ها حکم دستگیری سران افراد داخل قرارگاه اشرف به جرم قتل، به جرم خیلی چیزای دیگه. آقا این با فرد پرونده داره، چند نفر شهادت دادن که یکی رو کشته، باید بیاد. ولی خب همون نیروی آمریکایی که قرار بود که نباشن اونجا و قرار بود که رفته باشن و بعد برای فقط برای نظارت موندن، جلوی هر حکمی رو میگیرن. یعنی در واقع تحت حمایت آمریکا هر کار دلش میخواد رجبی با افرادش میکنه. و الان بیش از یک ساله یک سری از خانواده های این افراد رفتن پشت در قرارگاه متحسن شدن، میگن ما میخوایم فقط بچه‌مون دو کلمه صحبت کنیم. رجبی میگه اینها همه دشمنن، یعنی اصلا با افراد اینجوری گفته که دشمن اصلی شما خانواده است. راستن میگه، چون بر طبق همین فرمول های فرقه‌ای فرد خانواده‌اش رو ببینه و عواطفش زنده بشه تأثیرات مغزشویی میشکنه. خب در درون قرارگاه اشرف و در درون تشکیلات فرقه آیا مثلا ما نداریم دو تا برادر باشن؟ کمان که مثلا شما خودتون با برادرتون توی همین تشکیلات بودین. الان در حال حاضر آیا ما نداریم مثلا دو تا پسر عمو باشن؟ نمیدونم این ارتباطات خانوادگی اینجا اینا رو چیکار میکنن اینجا با هم؟ ببین توی درون قرارگاه اشرف و درون سازمان ارتباط دوستی بین دو نفر یه مقدار قلیزتر از روابط عمومی ممنوعه و تحت عنوان محفل به شدت سرکوب میشه. مثلا من اگر با یک عضوی، حالا برادر که سهله، دوستی باشم که با این مثلا بیشتر با هم صحبت کنیم و اینا، این فورا جای ما رو عوض میکنه. اگر این دو برادر هر دو مورد اعتماد باشن که هیچ ارتباطی با هم ندارن، خب. ولی اگر احساس کنن که عواطفی بین این دوتا هست، حتما
یگانشون عوض میکنن. این دنیای مجازی که گفتید از طریق اینترنت جذب میکنه، این به چه صورتی؟ میتونید خود برام باز بکنید لطفا؟ با خوندن یک مقاله، مقاله‌ای که چه بسا 90% واقعیت رو میگه، یعنی خانم سینگر میگه، به یکی میاد به شما مشکلات جامعه رو میگه، همه هم درست میگه، این مشکلات هست، راست میگه، دروغ نمیگه، اینجوریه 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 تمام. دروغ رو کجا میگه؟ یه دروغ فقط میگه، میگه کلید حل همه مشکلات پیش منه و شما به اندازه همون بند انگشت بهش اعتماد میکنی که شاید اون کلید حل همه مشکلات که من دنبالشم پیش اینه و دیگه رفتین قدم به قدم و فکر میکنید که دارید برای حل اون مشکل کار میکنید و این میتونه 30 سال همینطور ادامه پیدا کنه در رابطه با خیلی از افراد سازمان. 30 سال فکر میکنه برای اون حل مشکل داره میدوه و فعالیت میکنه، در صورتی که از اول یک سراب و دروغ بود. مشکل هست ولی راه حلش یک شبه نیست، یک سال دو ساله هم نیست، این مشکل سوابقی داشته، از کجا شروع شده، به کجا رسیده، باعثش کی بوده، به چه شکل بوده و چه جوری میتونیم حل بکنیم این مسئله رو. اینها رو دیگه خب توضیح نمیده. مثلا آقا شما برید، مثلا ما آژانس خبری هستیم، خب شما بریم برای ما خبر جمع کنیم، خبرهایی که فرد جمع میکنه علاز ظاهر ارزش اونچنانی نداره، ولی اون دستگاه اطلاعاتی که پشت این هست جز جز این خبرها رو میچینه و از توش چیز بزرگ در میاره. سازمان از طریق تلفن، خیلی تخلیه تلفنی، اصلا یک دستگاهی بود تو سازمان به نام اخباری، کار اینا فقط یک بخش زیاد تلفن داشتن تخلیه تلفنی بکنن، افراد زنگ میزدن اطلاعات خیلی ناچیز رو از هر کسی میگرفتن و اینا رو میپروروندن تو دستگاه خودشون و یه خبر در واقع ضد ملی از توش در می آوردن برای جاسوسی و برای بیگانه. و اون افرادی که این کار میکرده مثل همون گرا دادن به موشکای صدام، خودش نمیدونست داره چی کار میکنه. یه بار گیر میافتاد، مثلا میگفتن آقا شما جاسوسی کردیم، من کجا جاسوسی کردم؟ بعد میدیدی که نه، واقعا کرده، فعل رو انجام داده، ولو اینکه از روز اول چنین نیتی نداشته. توی زمانی که رجبی در پاریس بود، یک خانه ای رو پلیس فرانسه رفت گرفت، توش 125 خط تلفن بود، یک ساختمان بزرگ و اتاقای کوچیک کوچیک ساخته بودن و این همه جمعیت اونجا هر کدوم پای یک تلفن و اینا مدام به ایران زنگ می‌زدن با این تلفن‌ها و توی دستگاه فرانسه در بودن که خب این چیزا در می آمد، بعد یه جای دیگه ماسمالی می شد، جمع جور می شد. ولی این که موضوع مطبوعات شد که یه ساختمون مثلا وزارت خارجه فرانسه هم 125 تا خط تلفن نداره، چی کار میکنی با این؟ و اسم خونه خونه پناهندگان بود، اینا هم پناهندن که اونجا زندگی میکنن، اینا با تلفن و موقع اینترنت نبود، حالا که دیگه راحت تر شده، اینترنت هست، میشه ارتباط برقرار کرد، فرد رو جذب کرد. ممکنه مثلا با 1000 نفر برخورد کنه، یه نفر شکارش بشه، یعنی قرار نیست که 1000 نفر شکار بشن. فرقه ها همه رو نمیتونن جذب کنن و همه و کسانی هم که جذب میشن برای همیشه تو فرقه نمیمونن، ولی به قول خانم سینگر بالاخره تعدادی جذب میشن و به حد کافی میمونن که فرقه بتونه کارشو پیش ببره. در حقیقت همون همونجور که شما فرمودید، دنبال کسانی هستن که مطالعه کمی داشته باشن، اهل تحقیق بسیار اندکی باشن یا اصلا نباشن و تازه همین دارن وقتی جذب میکنه، همون ذره عقلانیت و اختیاری هم که دارن از اونها میگیره و اونجور که خودش دلش میخواد در میاره. چی شد اومدین ایران؟ خب موضوع بعد از حمله آمریکا به عراق، سازمان میخواست به سرعت، چون رجبی اصلا پیشبینی نمیکرد که آمریکا واقعا حمله کنه به عراق و همیشه میگفتش که این کار به نفع جمهوری اسلامیه و آمریکا محال همچی کاری بکنه،
ولی برخلاف چون همیشه پیش میاد رجبی غلط از آب در میاد، اینم غلط از آب در اومد و آمریکا حمله کرد و یه دستپاچگی سازمان نیروهاش خواست خارج کنه. یکی از کارهایی که سازمان میخواست خارج کنه اموالش و پولاش بود. ما در حال جابجایی 2 میلیون دلار و یک مقدار زیادی طلا و جواهرات و اسناد سازمان از عراق به پاریس بودیم که در سوریه 2 نفر بودیم دستگیر شدیم. طلا قصه چی بوده؟ یه جعبه طلا بود، چند تا چمدون دلار بود، دلارهای آمریکایی که تو در واقع مرز بوکمال از عراق به سوریه دستگیر شدیم. و خب دولت سوریه اینا رو ضبط کرد، همین اموال رو ما توسط نیروهای سوری دستگیر شدیم. و ضبط کرد و ما رو به دمشق منتقل کردن. تو زندان بودیم حدود 2 ماه اونجا زندان بودیم که بعد ما رو تحویل ایران دادن. و در واقع به یک شکلی هم که ما متوجه نشدیم که داریم به ایران میایم، سرانه طوری بود که بالاخره رسیدیم به ایران و مستقیم ما رو بردن زندان اوین. و خب فهمیدیم که ما زندان اوینه. تصوری که من ازش داشتم خب الان میریم زیر شکنجه و بعدم اعدام میشیم و این برنامه است دیگه. خب اونجا که وارد شدیم در واقع یک فضایی بود که من اصلا احساس اون تصوری که من از اوین داشتم و چیزی که تو خارج شنید و اون چیزی که ما تو بند 209 داشتیم مثلا متفاوت بود. یعنی خب زندان بود ولی سازمان اونقدر شرایط داخل ایران رو سیاه نشون میده که یک فرد که میاد اینجا یه دفعه احساس میکنه با اون تصورش یه دفعه اون ذهنیت فرو میریزه و دیگه احساس میکنه که وارد بهشت شده انگار. یعنی اگه واقعیت رو بگه که مثلا واقعا نه اینقدر مثلا این هست این نیست این هست این نیست، خب طرف باید دید واقعی وارد میشه. خب بعد مثلا بازجویی بود و نمیدونم این چیزا بود. البته منم خب اون موقع توی دستگاه سازمان بودم و اعتقاد داشتم که پوست و گوشت و استخونم از رجویه و بالاخره در راه اون دارم بالاخره اعدام میشم دیگه. تا اینکه ترتیب یک ملاقاتی بین من و پدرم رو دادم، بردن منو منظر پدرم که اون موقع خدا رحمتش کنه در غیر حیات بود. بعد من رفتم اونجا و همه همین تجربه رو دارن افراد سازمان با خانواده که روبرو میشن، اصلا صحنه عوض میشه. با پدرم که روبرو شدم خب خیلی احساساتی شدم که در خودم همچی احساساتی رو سراغ نداشتم که من بتونم احساساتی بشم اینا. پدرم گفتش که من اگر این آقا رو تو خیابون میدن نمیشناختمش، چون حدود مثلا 27-28 سال بود که ندیده بودمش دیگه. اون گفت من آخرین بار رفتم انگلیس دانشگاه نیوکاسلشون رو دیدم، محصل بود، دانشجو بود، بعد دیگه خبری ازش نداشتم تا الان اینجوری پیدا شده. که همون سوال کرد که همه چیزو میتونم، همه چی رو هر کاری کردین قبول، حتی تو ایران ترور کردین قبول هر چی، ولی عراق به ایران حمله کرده یا نه، دشمن متجاوز یا هست یا نه، همکاری باهاش تو چه منطقیه، یعنی کجا میگنجه این. که من متعجب بودم که من چه جوابی برای این داشتم که میرفتم عراق مثلا، یا هر کسی که تو سازمان هست چه جوری این جواب پیدا میکنه. که بعد خب دیگه دیدارامو بعد همطور مادرم رو دیدم و دیگه این ارتباطات مدام بود و دائم هر چند هفته یه بار من میبردن و میدیدمشون. یک 2 سالی به این منوال گذشت و من یک هنوز تابو رو نشکسته بودم و اون مطالعه مستقل و فکر کردن مستقل بود که من بتونم مطالعه کنم. بعد از 1 سال که در ایران و زندان اوین بودم، دخترم و شوهرش و 3 تا بچهش که 3 تا بچه داشتن اومدن به ایران. یعنی در واقع میشه حدود 7 سال پیش اومدم به ایران و زندان اوین اومدم ملاقات کردیم، بیرون هم دیگر رو ملاقات کردیم و اینا. و دخترم تعریف کرد که وقتی تو از سوریه آوردن به ایران سازمان با من تماس گرفت و گفت پدرتو بردن به ایران و عنقریبه که اعدام بشه. به این شکلی دفعه خبر رو بهش داده.
بعد این گفته خب من چیکار میتونم بکنم؟ گفتن تو بیا برو جلو سفارت ایران خودسوزی کن. بعد این در حالت شوک و اینا وایساده بود که شوهرش بیاد. بعد رفت بودن سراغش، در شهر برمنگام زندگی میکنه، از لندن دو تا از خانمای سازمان میرن پیشش و میگن که یالا بلندشو بریم تو چیز لندن تظاهرات جلو سفارت و علیه ایران و اینا. اون موقع بچهش کوچیک بوده، بچه سومش شیرخوره بوده، میگه اجازه بدین شوهرم بیاد باهاش صحبت کنم ببینم چی کار باید بکنم. میگن چی شوهر کدومه؟ تو تنوز زیر سلطه شوهری، نمیدونم تو مستقلی، تو فلانی. آخر سرم بهش میگه آقا چون من که عضو سازمان نیستم که این پرت و پلا رو برای من میگی، من باید شوهرم بیاد تکلیف بچه‌م روشن بشه، همین بالاشم بیام سه تا بچه رو چیکار کنم. خلاصه بیرونشون میکنه از خونه. بعدم بر من میگفتش که اینا کیان؟ آخه تو چه سازمانی رفتی؟ این دو تا نفری که من از اینا دیدم احساس کردم که اینا اصلا دو تا ماشین مکانیکی هن. نه منطقی، نه احساسی، نه هیچی. تعجب میگم تو چین سازمان چی کار میکردی؟ خلاصه بعد وقتی که فهمیده بودن که میخواد بیاید ایران، مدام سراغش میرفتن که تو اگه بری ایران تو رو میگیرن میبرن ابی. خوشبختانه برادر من اونجا بود و به عموش اعتماد کرد و بلند شد اومد، ولی بازم با ترس. یعنی اینکه شاید اینم بیارن ابی نگرش دارن مثلا پیش من به این شکل. اونم وقتی اومده بود ایران مثلا میگفتش که انقدر از ایران توی غرب بد میگن، تصویر سیاهی که اونجا از ایران میدن وقتی میای اینجا یه دفعه اصلا شوکه میشی، فکر میکنی که نه بابا اصلا، یعنی همه همین تصویر رو داره. هر کسی که سالها توی ایران نبوده میاد یه دفعه میگه نه بابا اونجوری که من فکر میکردم نیست. اینم همین چیزو داشت که وقتی برگشت انگلیس چند تا مقاله نوشت، توی یکی دوتا روزنامه چاپ شد، ولی چاپ روزنامه های کسی رو انتشار چاپ نکرده بودن. خودش هم میگفت اونا علاقه داشتن که من بیام از بدی های ایران بگم که چاپ کنن، وقتی من گفتم نه خوبه علاقه به چاپش نداشتن اونا. دو سه مورد حتی بی بی سی مثلا برنامه های تماس داشت که راجع به ایران میگفتن، تماس گرفته بود و مخالفت کرده بود من ایران هستم، مثلا اینجوری که شما میگید نیست، اصلا تو کاملا داری دروغ میگید. خلاصه به این شکل. ولی نقطه چرخش کجا بود؟ برادر من که جدا شده بود، خب مکاتبه داشتیم با هم تماس داشتیم، این کتاب فرقا در میانه برای من نوشت فرستاد و گفت هیچ اشکال نداره تو این کتاب شروع کن خوندن. من این تابو رو شکستم که در واقع میشه من یک کتاب بدون اجازه سازمان بخونم. یعنی هنوز برام این چیز بود، سخت بود که بدون اجازه سازمان دارم یک کتابی رو که توصیه نشده میخونم. وقتی خوندم که همونطور که گفتم احساس کردم که مثل اینکه کتاب برای نوشت، مدتی هم باور نمی‌کردم، فکر می‌کردم کتاب ساختن دست من دادم، مثلا میگن که طرف نمی‌شناخته سازمانو، که کتاب‌های بعدی و چیزهای بعدی بالاخره به حدی من مطالعه کردم رو فرقه‌ها که خودم متخصص فرقه شدم که دیدم که آره همه کارهای سازمان اتفاقا تو این دستگاه معنی میده. و یکی از بحثایی که این کتاب میکنه با فرقه ها بحث اعتقادی نباید کرد، چون اعتقاد معنی نداره. تو باید کدوم اعتقادش میخواید دعوا کنی؟ مثلا شورای ملی مقاومت تشکیل داده سازمان، اسمش هم عوض کرده، بعد میگه این شورا سکولاره. خب با سکولاریسم میخواید دعوا کنی یا با اون اسلامی که تو ایران میگفت؟ الان کدومش دعواست؟ بنابراین بحث ایدئولوژی با سازمان نیست، بحث متدولوژیه و نقض حقوق بشر. یعنی اول سازمان یک فرقه حقوق اولیه افراد خودش رو نقض کرده و خانواده های اونا رو. الان من با خیلی از خانواده اعضای سازمان ارتباط دارم و واقعا در رنجن. خب مثلا همین خبر که میاد بحث فساد در داخل سازمان، خانواده هایی که دختراشون اونجا هستن در چه مثلا وضعیتی میشه تصور کرد که الان هستن و چی بگن؟ یه بگه بچه‌م الان داره چی کار میکنه؟ زندگیشو همشو گذاشته برای چه راهی؟ برای چه کاری؟ که بشه مثلا ملعبه دست رجبی چی کار باید بکنه؟ یعنی واقعا سازمان دو مدل قربانی داره، یکی قربانیان ترور و یکی هم قربانیان کسانی که آورده و تروریستشون کرده و از هستی هم ساقطشون کرده و خانواده های اینا. آقای خداونده، چطوره که سازمان جهانی حقوق بشر به این نکته
خیلی توجه نمی‌کنه. ببینید الان خیلی از جدا شده‌ها و خانواده‌های اعضای سازمان تشکلاتی رو به وجود آوردن، در ایران هست، در عراق هست، در کشورهای اروپایی هم هست، که اینا فعالیت می‌کنن. فعالیتشون متمرکز بر همین بحث حقوق بشر. بله. یعنی میگن هر دعوایی که سازمان با جمهوری اسلامی داره به ما مربوط نیست. مبارزه میخواد بکنه، به چه شکل میخواد مبارزه بکنه، هر کار میخواد بکنه. بحث حقوق اعضای سازمانه. این افراد کمترین حقی ندارن. حتی ارتباط با خانواده اسیر جنگی میتونه برای خانوادهش نامه بنویسه. بله همینطور. صلیب سرخ، من تهران ملاقات داشتم، میگه من برای اسرای القاعده توی افغانستان نامه میبردم، نامه میآوردم، ولی یک نامه نتونستم برای ساکنین اشرف برسونم از خانواده هاشون. و میگم از این بابت واقعا شرمندم که نتونستم. حالا چرا نتونسته؟ خب مساله و منافعی هست. همه بحث همینه که آقا جون یه نفر درخواست داریم بره قرارگاه اشرف و یک تیم پزشکی زنان رو در قرارگاه اشرف معاینه کنه، یه گزارش تهیه کنه. کی مانعشه؟ چرا؟ رادیو توی قرارگاه اشرف ممنوعه. افرادی رادیو دستساز ساختن، وقتی پیدا کردن شدیداً تنبیهشون کردن. خب چرا توی این نمیتونه یه رادیو، مثلا رادیو چه چیز غیر اخلاقی توش ممکنه بگن که تو فکر میکنی که مشکله؟ در این حد نامنگاری، پست، نمیدونم اینا. افرادی از سازمان فرار کرده بودن که نمیدونستن موبایل چیه. عجب. تو بغداد بهشون توضیح دادن که آقا این موبایله، یعنی چی؟ این تلفونه، با سیمش کو سیم نداره، یعنی بعد چجوری کار میکنه برایش یاد میدادن که این اینجوری میکنه، اینجوری زنگ میزنی. آدم مثلا 40-50 ساله اومده نمیدونه اصلا، به گوشش نخورده مقوله موبایل. یکی فرار کرده دو مدد اینجا، من دیدمش، تلفن که زنگ زد میگفت چیز عجیبی برام زنگ تلفن، سال هاست من صدای زنگ تلفن نشیدم. تو این شرایط دارن اونجا نگهشون میدارن و شواهد زیادی هست از اون اولی که آمریکایی رفتن اونجا رو گرفتن که کمک میکنن به حفظ این شرایط. میخوان، چون میدونن که اگه در باز بشه و افراد کوچکترین آشنایی با دنیای خارج پیدا بکنن، همه چی به هم میریزه. و اینها رو میخوان به عنوان تروریست های مفت مجانی، بالاخره افرادی هستن که مغزشویی شده میتونن مثلا مورد استفاده قرار بگیرن، اونجا نگهشون دارن و حفظشون کنن. حالا برای خیالات و واهی که مثلا شاید یه جایی ممکنه به درد بخوره، که الان هم دارن کم کم به این نتیجه میرسیدن، چون متوسط سن افراد تو قرارگاه اشرف 50 ساله و اکثرا هم بیمار و مشکلات جسمی و روحی، و یعنی دیگه قابل استفاده نیست. و جالبه که آمریکا که اونا رو اینجا حفظ میکنه، خودش اینها رو گذاشته تو لیست تروریستی در کشور خودش، و یه جدا شده 20 سال پیش این هم حاضر نیست آمریکا را بده، بهش ویزا بده. 20 سال پیش طرف مثلا تو سازمان بوده، میگه توی سازمان تروریستی بودی 20 سال پیش، نمیتونی بیای آمریکا، ویزا نمیتونی بگیری. ولی خود اینا رو تلاش میکنه که اونجا حفظ کنه. آقای خداونده، شما به عنوان کسی که این همه سال تجربه دارید و توی عمق و درون این تشکیلات بودید، حالا الان جدا شدید از این فرقه، تابو رو شکستید، مطالعه کردید، کتاب ترجمه کردید، مقالات متعددی نوشتید، میخوام ببینم که الان برای افرادی که در حال حاضر هنوز هم در این فضای بسته دارن نفس میکشن چه حرفی دارین؟ ببینید، یکی افرادی هستن که مبتلان به این فرقه، متاسفانه راه ارتباط باشون خیلی مشکله. یعنی اگه من این فرصت رو داشته باشم که بتونم باشون ارتباط برقرار کنم، خب خیلی حرفا دارم بهشون بزنم. این یه بخش. یک سری افرادی هستن که آسیب پذیرن و ممکنه مبتلا بشن. یه مسئله انگلیسی هست، میگه که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی ما نباید وایسیم یکی بره گرفتار فرقه بشه بعد بگیم حالا چه جوری درش بیاریم از این تو. خب از قبل یک واکسیناسیونی بکنیم، پیشگیریایی بکنیم که این فرد آشناییایی داشته باشه
که نره گرفتار فرقه بشه. این الان واجب تره. یه عده قربانی هن گرفتارن. حالا باید ببینیم مثلا فرض کنیم یکی مبتلا به ایدز میشه، خب حالا چی کار کنیم؟ هیچ، یه کارایی میشه کرد، فعلا کارش نمیشه کرد، ولی هزاران نفر میشه آگاهی داد که مبتلا نشن. تو تمام مدارس میدین دستورات بهداشتی میدن برای اینکه افراد مریض نشن. این بهتره تا بره مریض بشه بعد بخوام معالجش بریم. یک بحث بهداشت و سلامت روان هست و افراد میتونن آسیب‌های روانی ببینن. اینم یک دستورات بهداشتی داره. افرادی میتونن گرفتار رهبران اغواگر و فرقه‌ای و افراد سودجو بشن. اینم یک دستوراتی داره که آموزش گرفتار نشدن، چون هر کسی میتونه در معرض آسیب فرقه‌ای باشه. افراد جوان، افرادی که با انگیزن، افرادی که میخوان یه کاری بکنن. این باید در واقع جزء برنامه کار باشه از طریق مدارس تلویزیون، رادیو، اینا. آموزش های مذهبی، الان افراد ضد فرقه، ارگان های فرقه دو دستن. یه دسته اونایی هن که میگن اصلا مذهب همون فرقه است و فرقه ها رو میگن مذاهب نوبی. ولی دسته ای که خانم سینگرم جز بشه اتفاقا میگه نه، اینا در واقع مذهب پادزهر فرقه است. یعنی آگاهی به بینه ده که فرد رو مسئول میکنه در افتادن به دام یک رهبر فرقه ای. بعد تفاوت‌های فرقه و مثلا یه ارگان مذهبی رو میگه. میگه مذهب دعوت میکنه به وصل به خدا، در صورتی که فرقه وصل میکنه به شخص. به شخص، یعنی شما رو از خدا قطع میکنه، وصل میکنه به شخص و اون میشه همه چیز شما. در صورتی که رهبر مذهبی خودش در یک چارچوب قانون‌های خدایی باید کار بکنه و شما رو همیشه دعوت میکنه به اون در واقع جای اصلی که باید به توحید. بله. یا مثلا یکی از تفاوتاش اینه که مذاهب شما رو آزاد میذارن برای هر کاری مگر چیزایی که مشخص میکنن. میگن آقا شما آزادید هر کار میخواید بکنید، این محدودیت ها رو براتون در نظر میگیریم به خاطر مثلا منافع خودتون. فرقا میگن نه، شما هیچ کار حق ندارید بکنید الا چیزی که ما بهتون میگیم بکنید و شما فقط اون چیزی که مجاز هستید براتون مشخص میشه، غیر از اون دیگه به همه چی ممنوعه. یا و مهمتر از همه بحث خانواده است. در مذهب خانواده یک نهاد مقدسه. همه ارگان ها و سازمان های مشروع در واقع بها میدن به قدسی بودن خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه. در فرقه ها برعکس. مریم رجوی این جملهش خیلی معروف، همه هم یادشونه، میگه خانواده لانه فساد است. یا میگه دشمن اصلی شما اعضای خانواده تونه. یا فرقه های درست شدن که مثلا اومده بودن از این فرقه ها، همه رو زن و شوهرها رو طلاق داده بودن، بعد دوباره از نو برای خودشون سازماندهی کرده بودن کی زن کی باشه کی شوهر کی، که این دقیقا تقدس خانواده رو میخوان خورد کنن که فرد بتونه کنترل بشه تحت رهبر. و وقتی تقدس این از بین رفت قطعا تقدس های دیگر هم، خب دیگه چی؟ و حرمت های دیگر هم خواهد شکست. دیگه اون فرد هر کاری میکنه دیگه، هر چی که در واقع رباتی میشه در اختیار اون رهبر اقواگر و شیاد که اینو برای هر مقصود استفاده کنه. همون گورو، اصطلاح در واقع علمیش گورو، کسی است که مقدرات پیروانش و جان و مال و ناموسش کاملا در اختیارشه. افرادی که در واقع میخوان یه فعالیتی بکنن، دردهای جامعه رو میبینن و میخوان در جهتش اقدامی بکنن، اولا اگر کسی گفت این حرف رو مثلا با خانوادت نگو، این یک علامت هشدار دهنده است. یعنی محرم تر از خانواده نداریم، پس بنابراین خانواده باید در جریان قرار بگیره و اگر کار مشروعی دارن میکنن خب مورد تاییده. افراد فامیل، افراد در واقع صالح جامعه که تجربه دارن، رهبران مذهبی، معلم، مدرس، هر کسی، اینایی که با اینها میشه در میون گذاشت. همیشه کسی رو که میخوان جذب کنن فرقه ها میگه این حرف رو تو فقط میفهمی،
به هر کسی دیگه بگی متوجه نمیشه، پس بنابراین به کسی دیگه نگو. اتفاقا همین رو باید رفت به یک آدم معتمد گفت که آقا همچی حرفی میزنن، درست میگن یا نه. به این شکل در واقع راهنمود هایی که میده، یعنی ارگان هایی که خیلی مخفی کاری میکنن، خیلی میخوان مثلا آستوراسی کسی نفهمه فلان، اینا دلیلش چیه به چه علت. و خیلی جالبه که مثلا این کتاب هایی که من از جدا شده های سازمان از قدیم میخوندم، سازمان همون موقع زمان شاه در دانشگاه تهران بیشتر بچه های شهرستانی رو تو خوابگاه ها و خونه های دانشجویی و جایی که خودشون خونه گرفته بودن جذب میکردن، که اینا دور از خانواده بودن. مثلا در خارج از کشور دانشجوها رو بهتر جذب میکردن چون دور از خانواده بودن. خودشون میگفتن کسی که با خانواده زندگی میکنه رو نمیشه جذب کرد. بیشتر افراد فنی رو جذب میکردن. دانشگاه فنی بیشتر مرکز این کارا بود. مثلا چون افرادی بودن که اذهان پیچیده‌ای داشتن ولی تجربه اجتماعی نداشتن، مطالعات سیاسی اجتماعی نداشتن، مطالعاتشون همه ریاضی و فیزیک و شیمی بود، ذهنشون پیچیده بود ولی راحت همه چی رو می‌خواستن در چارچوب منطقی در نظر بگیرن که جواب آره یا نه حتما باید داشته باشه، یا به علاوه باشه یا منفی باشه، یا صفر باشه یا یک باشه. و فرقه میامد یه همچی الگوی میداد، یه الگوی دروغی که همه چی توش منطقیه، و به این شکل فرد رو اعتمادش رو جذب میکردن و میبردن. توی همین کتاب فقه در میان ما خانم سینگر میپرسه که آیا جذب یک دانشجوی پزشکی توی فرقه محتمل تره یا یک فردی که تو خیابونا میگرده ولگرد خیابونی مثلا. میگه قطعا اون دانشجوی پزشکی راحت تر جذب میشه. دلیلش چرا؟ که دانشجوی پزشکی ذهن پیچیده‌ای داره ولی دائم با مقولات مادی سر کار داشته، با مثلا علوم اجتماعی و تجربه اجتماعیش خیلی کمه، در صورتی که اونی که تو خیابونه بی سواده ولی تجربه اجتماعی داره، اون یه شمی داره که آدم حق باز رو تشخیص میده، در صورتی که دانشجوی پزشکی این تشخیص رو نداره و بس اعتمادش به چشمشه، یعنی هر چیزی که میبینه در واقع بهش اعتماد میکنه. پس بنابراین یه فرقه اون ولگرد خیابونی رو نمیتونه جذب کنه، در صورتی که فرد تحصیل کرده تر رو میتونه جذب کنه. بعضی برعکس فکر میکنه، میگن آقا شما با این تحصیلاتتون چجوری مثلا گول این فرد رو خوردین. بله بله بله. در صورتی که اتفاقا تحصیل کرده ای که مطالعات اجتماعی و فعالیت در واقع تجربه اجتماعی نداره، خیلی سوژه مناسبیه برای فرقه ها. بسیار خوب، من یه چند تا کلمه میخوام به شما بگم جناب خداونده، و میخوام خواهش کنم اولین کلمه ای که بعد از شنیدنش به ذهن شما میرسه برای من بفرمایید. آزادی، رهایی، فرقه، اسارت، منافق، دروغ، صدام، دشمن، عراق، قربانی، عاطفه، خانواده، طلاق، فرقه، خیانت، رجوی، انسانیت، خانواده، فریب، فرقه، ایران، محبت، برنامه صندلی داغ، حرارت. آقای خداوند، من از شما خیلی تشکر میکنم. من از شما تشکر، به دلیل اینکه به هر حال هم قبل از اینکه اینجا خدمت شما برسیم روی این صحنه و توی این استودیو در مورد شما شنیدم، حالا یه چند کلمه ایم با هم همکلام شدیم، خیلی از شما آموختم و سپاسگزاری دیگر من هم به خاطر اینه که با صحبت کردنتون، با حرف زدنتون، با این شرح دادنتون، به خصوص برای نسل حاضر، در حقیقت یه قدم خیلی بزرگی شما برداشتید، تجربیات خودتون رو و همه دانسته های خودتون رو در اختیارشون گذاشتین و زنگ خطر رو براشون در حقیقت به صدا در آوردین. خیلی ممنونم، امیدوارم که شما از این ببخشید گفتگو لذت برده باشید. کاملا، من از شما تشکر میکنم از این وقتی که به من دادین، این فرصتی که من علاقه دارم که اینها رو بارها هم شده بازگو کنم و بتونم قدمی بردارم برای اینکه
کسان دیگر گرفتار نشن و این تجربه رو لازم نیستش که همه تجربه کنن و بعد برسن به این نقطه. میشه پیشگیری کرد، ساده است و درخواستم اینه از مسئولین، از در واقع زعمای ملت که در این رابطه حتما وارد بشن و بحث پیشگیری از گرفتار شدن در دستگاه کنترل ذهن رو حتما، به خصوص با توجه به امکاناتی که به وجود اومده در این فضای مجازی اینترنت، این که خیلی راحت تر از فرض کنیم بحث تلفن و اینجور چیزا میشد، میشه الان این کار رو پیش برد، حتما تو این رابطه کوتاهی نباشه. پاینده باشین. برای شما هم اوقات خوش و خوبی رو آرزو میکنم. انشاءالله که همیشه از همه خطرها مسئول و محفوظ باشید و دست خدا همیشه همراه شما، حامی و پشتیبان شما و خانواده محترمتون باشه. خدا حافظ.